سلام به محور امشب خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. رهایی 7000 زندانی طالبان، بیرون شدن نام این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و ایجاد نظام اسلامی سی پی شرط طالبان برای پیشبرد مذاکرات. بحث مهم مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ جاری را از منظر اسلامی باید به بحث بگیریم تا روشن شود که جنگ کنونی جایز است یا نیست. درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در کندوز، بغلان و نیمروز. سه شب است که رد در رد در هر بیز ما 10 نفر 12 نفر شهید میشه، زخمی میشه، اسیر میشه. 9.7 میلیون کودک نیازمند کمک های بیدرنگ بشری در افغانستان. اتنی مناسته اگر صبح نان میخورم تر شام پر نان ندارم. کلی مردم بی سواد کلان شده، نه مسجد داریم، نه یادار گل، نه مکتب داریم. فضیله ضمیر استاد رباب و الهام بخش موسیقی به نسل نو. و بازگشایی مکتب ها در پاکستان با تدابیر ویژه بهداشتی. در محور امشب افزون بر شرح این خبرها درباره برخ مسائل مهم بحث های هم خواهیم داشت. اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگویند که از هیئت طالبان خواستند تا نخست مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ افغانستان را بر بنیاد احکام دینی با آنان و بحث گیرند. عبدالحفیظ منصور، یک عضو این هیئت، میگوید که طالبان باید روشن سازند که جنگ کنونی افغانستان مشروعیت دارد یا نه. در همین حال منابع میگویند که طالبان برای پیشبرد گفتگوهای صلح خواهان رهایی 7000 زندانی این گروه، بیرون شدن نام گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و ایجاد نظام اسلامی شدند. 10 روز پس از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان از هیئت طالبان می‌خواهد که تا مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ افغانستان را روشن بسازند. بحث مهم مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ جاری را از منظر اسلامی باید به بحث بگیریم تا روشن شود که جنگ کنونی جایز است یا نیست. تا هنوز هم ما منتظر هستیم که طرف مقابل موضوعات و اجندای خود را و اولویت های خود را با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان شریک بسازد. از سوی دیگر منابع میگویند رهایی 7000 زندانی طالبان از زندان های حکومت افغانستان، بیرون شدن نام های رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل و نیز ایجاد نظام اسلامی در افغانستان از نخستین شرط های طالبان برای پیشرفت مذاکراتند. حاکمیت واقعی اسلامی تضمین شود و ای واضح شود که استقلال کشور به کلی برمیگرده، نیروهای بیرونی از افغانستان به صفر برسد. اما رحمت الله نبیل میگوید تا هنگامی که پالیسی نو حکومت جو بایدن در برابر افغانستان روشن نشود، سرنوشت مذاکرات صلح ناروشن خواهد بود. مذاکرات صلح را میخواهند به تعویق بندازند و در آخرش هم یک طرح ساخته شده را بالای میز هر دو طرف بگذارن و بگوین که شما افغانا ظرفیت از زیر ندارین که روی مسائل کلان ملیتان کنار هم بیاین، اینمی طرح ماست و این را شما امضا کنین. در همین حال معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که به سربازان آمریکایی برگشته از جنگ افغانستان در یک پایگاه نظامی آمریکا سخن میزد، میگوید که اکنون افغانان خود آینده ایشان را رقم میزنند. به دلیل خدمات این نیروها در افغانستان، در 19 سال گذشته حمله عراس افغانانه بزرگ دیگر بر آمریکا صورت نگرفته است. شما به مردم افغانستان امید آزادی را داده اید، فرصت برای تعیین سرنوشت خود و برای ترسیم آینده بهتر امروز افغانانی که در مذاکرات صلح هستند. از آغاز دور دوم مذاکرات تا کنون در دوحه، هیئت‌های دو طرف تنها 3 نشست برای توحید آجندای مذاکرات برگزار کردند.
بیننده های گرامی، برای بعض در این بار آقای همایون جریر عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان در استودیو حضور داره. وقت شما بخیر جریر صاحب، خوش آمدین به برنامه. در کل روی روند سال بحث میکنیم، اما نخست درباره آن چه اتفاقات تازه در دوحه گفته میشه میخوایم از شما بفهمم. اول هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگه که بس طالبان خواستن تا نخست درباره مشروعیت جنگ کنونی و یا هم عدم مشروعیت این جنگ باید بحث شود. یک بحث وارد است این طرح و این خواست یا نه میتونه که مشکل خلق بکنه و صد واقع شود در برابر پیشرفت ها؟ بسیار تشکر از شما و همچنان عرض ادب و احترام دارم به بیننده های محترم تلویزیون وزین طلوع. واقعیتی است که طرحی بحث ولو نیت طرح کننده مطلوب باشه باعث میشه که مذاکرات صلح زمان بیشتری بگیره و طولانی شوه. از طرف هم در دوحه هیچ کسی صاحب فتوا نیست. این بحث باید از طرف کسانی که اونا صاحب فتوا هستند و قابل قبول برای کل ملت باشن باید فیصله شود. من فکر میکنم طرح عزیز زیاد وارد نیست و عرض کردم نه در هیئت طالبان نه در هیئت کابل ما کسانی نداریم که صاحب فتوا باشن و از نظر شرعی فتوا بتن که آیا جنگ جاری مشروع است یا نه. ولی بحثای اساسی دیگه در دوها از ما چیزی که به ما میرسه، بحثای اساسی تر دیگه در جریان است و من فکر میکنم که زیاد طرحی مسئله وارد نباشه. مسئله از این قبیل اگه گاهی مطرح میشه وارد نیست، چه از طرف طالبان مطرح میشه چه از این طرف. یک سری مسائل مهم را باید بعداً تصمیم گرفته شود. درست این مسئله تا حال بارها هم هیئت هم حکومت گفته که نخستین بحث در آجندا از جانب جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت ایصف آتش بس است. یک بار بحث مشروعیت جنگ مطرح میشه، این پرسش خلق میکنه طبعا. بله واقعیت همونطور است، اما خبرهایی که از دوها به ما میرسه، درست دو بحث جدی در دوها وجود داره. درست وارد همین بحث ها میشیم، چی هستن بس دو بحث؟ یکی تشکیل حکومت مشترکی که تمام جناهای پرقدرت سیاسی در او سهیم باشن و حکومت مشترک بعد از صلح. این بحث در جریان است، همزمان با توافق سر تشکیل حکومت بحث آتش بس جریان داره که آتش بس باید برقرار شود. شاید اول آتش کم باشه بعد از او آتش بس شود، یک آتش بس پایدار. واقعیتی است که ما آتش بس موقت زیاد به درد نمیخوره و بعد از توافق باید مردم افغانستان شاهد یک آتش بس طولانی و پایدار باشند. اما در دوها آنچه که معلوم است طالبان ایره پذیرفتن که در حکومت مشترک شرکت کنند که در او جهتهای سیاسی دیگه هم شرکت داره و یک جهت باشن از چند جهتی که در حکومت شرکت کرده. خب به نظر من این یک پیشرفت است، اما چقدر به اصطلاح چقدر مشکلاتی خواهد داشت، اما یک پیشرفت است. بحث حکومت جدید بعد از صلح که از او گاهی به نام حکومت موقت هم یاد میشه تنها راست و غیر از این دیگه راهی حکومت مشارکتی منظور موقت است. بله حکومت مشارکتی، حکومت مشارکتی که به یک زمان محدود به وجود میاد. شما اسمش حکومت مصالحه ملی میمانین، اسمش حکومت موقت میمانین، ولی واقعیتی است که بعد از توافق صلح این حکومت و
به وجود میاد و فعلا بحث در دعا سر تشکیل یک حکومت مشارکتی قابل قبول برای تمام جناح‌های سیاسی و همچنان فوکس زیاد سر آتش بس است. ولی آتش بس و این حکومت، یعنی توافق سر این حکومت، باعث یک آتش بس طولانی خواهد شد. طالبا پذیرفتند که یک آتش بس طولانی را اعلان بکنند. من شخصا به این نظر هستم که خدا کنه که کارگزاران اصلی مذاکره در دوحا و کشورهایی که افغانستان و مردم افغانستان را کمک میکنند در مذاکرات صلح، باز از مشکلات و تخطی هایی که در بن انجام شده انتباه بگیرند. آقای خلیلزاد در زمان کنفرانس بن هم بازیگر اصلی کنفرانس بن بود، ولی با تأسف دیوار صلح در بن را، بنایی که اساس گذاشت، یک بنای کچ بود و ما دیدیم که 40 سال 20 سال جنگ را به تعقیب داشت. حال انتظاری است که جناب آقای خلیلزاد، کشورهای محترمی که کشورهای بزرگی که در رابطه با صلح تاثیر دارند، او طرف طالبان و دولت محترم، نماینده های دولت، زیربنای نظام سیاسی آینده را یا توافق سیاسی آینده را به گونه ای بنا کنند که ما یک صلح پایدار و دوامدار در افغانستان داشته باشیم. درسته، ما تفاوت های بسیار کلان بین بن و دوحه وجود داره از لحاظ ساختار، برنامه و چگونگی برخورد با حل مسئله افغانستان. در او بحث، یعنی در بن، زیاد بحث صلح وجود نداشته. یک حکومت که آمده و وارد عمل شده با کمک جامعه جهانی. در بحث تشکیل حکومت مشترک با شمولیت تمامی جناح‌های سیاسی قوی، کدام طرفی طرح را پیشنهاد کردن؟ هر دو طرف یا طالبان؟ من فکر میکنم سر یک طرح کار شده و بعضی سیاستگزارای برجسته می طرح رسیده. خب ولی در نهایت باید طالبان و هیئتی که از طرف دولت رفته و جناح‌های سیاسی دیگه مهم دیگه سریع تر به توافق برسند. شاید این طرح ترمیم شود، بیشتر غنی شود، کمتر شود، ولی آنچه که مهم است، چیز مهمش ایست که خب طالبان پذیرفتن که در یک حکومت مشترک فقط یک جهت باشند و حضور جهت‌های سیاسی دیگر بپذیرند و یک حکومت مشترک قابل قبول برای تمام جهت‌های سیاسی شکل بگیرد و یک صلح پایدار در افغانستان بیاید. من فکر میکنم تنها راه همیست. اگر این راه را ما پی نگیریم و شرایط دیگه ایجاد کنیم، بازم اون باعث میشه که جنگ در افغانستان ادامه پیدا کنه. درست، طالبا پذیرفتن که یک جهت باشن، یک جهت با سهم 50% در حکومت مشارکتی. من فکر میکنم بحث سهم ها بعد آمد، شاید بعدن بیشتر روشن شود. طبعا طالبا سهم بیشتر میخواین. این طبیعی است که هر جهت سعی میکنه که سهم بیشتری بخواه، ولی اصل مسئله اراده ای از اونا در یک اشتراک در یک حکومتی که جناح‌های مهم سیاسی در او شرکت دارند و پذیرفتن آتش بس دوامدار و پایدار و حضور در نظام سیاسی و گونه ای که یک جزء نظام سیاسی باشند. درست. درباره چنین حکومت، آخرین پرسش از شما می داشته باشم جریر صاحب. این طرح زاده ذهن افغان هاست؟ من فکر میکنم بله، افغان هم شاید در این طرح نظر داده باشن، ولی تا جایی که من خبر دارم مشاورین و دوستان خارجی بیشتر بر این طرح تاکید دارند. قضیه افغانستان به گونه است که ما نباید شعارگونه عمل کنیم. بله. یعنی توافق جهت های مهم خارجی قضیه و حضورشان در توافقنامه ها
از منطقی به نظر میرسه. گرچه به صلاح است که مذاکرات صلح بین الافغانی که در دوها شاید بعد از این به بعد یک ذره بزرگتر شود، در دوها بدون حضور و نفوذ بیگانگان شکل بگیره، اما با تاسف میبینیم که به هر ترتیب نیروهای خارجی تاثیر خود دارن و نظر خود دارن. درست. بحث هایی که بیرون داده میشه از دوحه، چی منابع چی اعضای هر دو هیئت میگن که بحث روی ادامه کار، ادامه رایزنی درباره اجندا، توحید اجندا، بحث مذاکره روی مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ. امروز از دوحه خبر رسیده، منابع گفتن که طالبان میخوان که نخست 7000 زندانیشان از زندانهای دولت رها شوند. دوم، بیرون شدن نام گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد. سوم، هم ایجاد یک نظام اسلامی، سپس ادامه مذاکرات و پیش برد مذاکرات. همینا به خاطر نشان دادن بحث های در دو هست که اینا فقط به خاطر مصروف نگه داشتن از هان آمست و اصل بس چیزهایی است که شما میگین. همون دو مسئله من فکر میکنم که خب بعضی از این مسائلی که شما یادآور شدین خواسته های طالب است، و بازم تاکید میکنم که در رابطه با نظام آینده، نظام سیاسی آینده که چگونه نظام باشه، فعلا در دوها در هیئت محدود بس کردن مناسب نیست. ولی نظام اسلامی یک نظام است که تمام مردم افغانستان خواهان از او هستند. در افغانستان من فکر نکنم کسی باشه که در رابطه با آمدن نظام اسلامی مشکل داشته باشه. درست. ولی بحث اساسی که در دوها ادامه داره دو مسئله است: مسئله آتش بس دوامدار و مسئله تشکیل یک حکومت مشترک بعد از صلح که قابل قبول برای همه باشه. یک طرح دیگه هم هست که گاهی عنوان میشه از طرف بعضی از سیاسیون، شاید دوها عنوان شده باشه، که حکومت آینده باید یک حکومت مشترک بین جناح‌های سیاسی زی دخل نباشه. حکومت آینده باید یک حکومت بی طرفی که افرادش مورد وثوق تمام جناح‌های مطرح سیاسی باشه. اینطور یک حکومت از این افراد باید شکل بگیره و بعد از این حکومت شرایط آماده بکنه برای تشکیل قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی اگر قانون اساسی اصلاح میشه، برای بحث‌های مهم دیگه که افغان‌ها در اون رابطه باید تصمیم بگیرن، چگونگی نظام سیاسی آینده و در رابطه با نام نظام، در رابطه با بیرق، در رابطه با تمام مسائل مهم باید در یک شورای شکل بگیره که به صورت کل از مردم بتان نمایندگی کنه و همی دولت به طرف مورد وثوق تمام جناح‌های سیاسی کشور این شورا را تشکیل بده. یک طرح همیست و طرح ضعیف و احتمالش هم کم است. این طرح بله شاید ضعیف به نظر برسه، ولی واقعیتی است که حکومت مشترک بین جناح‌های سیاسی مطرح یا به اصطلاح حکومت‌های ائتلافی در گذشته تجربه خوبی پس نداده. درست. دو پرسش دیگه از شما می داشته باشم جریر صاحب، فرصت اندک است. یک درباره هیئت، دوم درباره شورای عالی مصالحه ملی. اول هیئت. هیئت کنونی در دوحه از آزمون دور نخست مذاکرات موفق به درآمد. یک دوم، یک هیئت یک دست با دیدگاه واحد و منسجم است. من نظرم ایست که هیئت کابل که از طرف دولت افغانستان اونجا فرستاده شده، در دور اول چندان توفیقی نداشت و به صورت کل مذاکرات دوها در دور اول توفیقی نداشت. ولی آنچه از دوها در این اواخر و افغان ها میرسن نشان میده که دور دوم گویا جدی ادامه داره و امیدواری است که این دور بتانه به اصطلاح موفقیت هایی داشته باشه. اما
هیئت طالبا یک هیئتی است که بله گپشان واحد است، اختیار کامل دارن از طرف طالبا، اما این طرف این نقصه داریم که هیئت فقط از دولت نمایندگی میکنه و جناهای سیاسی مهم در این هیئت نمایندگی ندارن. درست. و شورای عالی مصالحه ملی آغاز به کار کرد با مراسم خاص و انتظارهای بیش از حد که مردم از این شورا داشتن، با آغاز به کار این شورا تغییر در روی کرده افغانستان در باب صلح به میان آمده. یک دوم پس از آغاز به کار این شورا اجماع که درباره صلح چه در درون چه در بیرون وجود داشت تضعیف شد یا نیرومند؟ من فکر میکنم که تا هنوز شورا نتوانسته یک اجماع سیاسی و این جهتهای مهم سیاسی را بر افغانها و نمایش بگذاره و اگر شورای مصالحه ملی بتانه اصلاحات را به وجود بیاره، من فکر میکنم که شاهد یک اجماع سیاسی خواهیم بود. از دید حزب اسلامی و رهبری حزب اسلامی در پهلوی شورای رهبری مصالحه تشکیل یک شورای مقتدر تصمیم گیرنده محدود که افراد که فقط رئیس جمهور دکتر صاحب عبدالله، جناب کرزی صاحب و رهبران احزاب برجسته سیاسی در او شرکت داشته باشند، تشکیل یک جمع تصمیم گیرنده ما را به یک اجماع سیاسی میرسانه و شاید مشکلات جاری را حل بکنه. درست. به کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که متشکل از آقای کرزی یا آقای عبدالله، بزرگان سیاسی و در حالات نیاز حضور رئیس جمهور را هم میتونه داشته باشه، چون این یک جمع نیست. جمع بله رئیس جمهور باید عضوش باشه. درست. دکتر صاحب عبدالله، جناب کرزی صاحب به عنوان یک شخصیت بزرگ ملی و احزاب برجسته ای که شناخته شده هستند رهبران از اونها. درست. تعدادشان از جمعاً از 8-9 نفر بیشتر نمیشه. درست. و خوشبین است این دور دوم مذاکرات سال بالاخره به نتیجه منتج خواهد شد، یا مثبت یا منفی. در این دور دوم جناهای مختلف داخلی، جناهای داخلی و همچنان جناهای خارجی قضیه سال در افغانستان جدی و نمتر میرسن. انتظاری است که در این دور مذاکرات صلح در دوها توفیق چشمگیری داشته باشه. درست. متکی بر شنیده هایی که از دوها به ما میرسه انتظاری است که یک توفیق چشمگیر و اون چیزی که مردم افغانستان انتظار دارن ما داشته باشیم. با اضافه از این که اگر باز هم مثل کنفرانس بن یک جنا یا جهتی از افغانها نادیده گرفته شد، بازم این بنا کج خواهد بود. تشکر بسیار آقای جریر، عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان. تشکر بسیار. وقت شما بخیر و ادامه خبرها در بیشتر از 24 ساعت گذشته در نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در چند ولایت کشور بیشتر از 40 تن از نیروهای دولتی جانهایشان را از دست دادند. ولایت های کندوز، بغلان و نیمروز از این ولایت ها است. در همین حال وزارت دفاع ملی گفته که نیروهای دولتی در نبرد با طالبان در کندوز پیشروی هایی داشتند و در این درگیری ها بیشتر از 40 طالب کشته شدند. در ولایت کندوز، ولسوالی های دشت ارچی، امام صاحب و بخش های در چارسوی شهر کندوز، در بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی و اطراف شهر پل خمری، در ولایت کندهار، ولسوالی های ژیره، پنجوایی و ارغنداب و در نیمروز هم ولسوالی خاشرود از آن بخش های کشور هستند که شماره در دو روز اخیر و شماره هم پیشتر از این گواهی نبرد ها و خشونت ها بودند. تنها بر روز دوشنبه از جان باختن بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی در جنگ‌های بغلان گزارش داده شد. سه شب است که رد در رد در هر بیز ما 10 نفر، 12 نفر شهید میشه، زخمی میشه، اسیر میشه. مخالفین در بغلان آدرس‌های ثابت دارند. اگر فعالیت‌های مخالفین زیاد شود، خطر قطع راه شبال وجود دارد.
در همین حال باشندگان ولسوالی امام صاحب کندز از افزایش روز بروز ناامنی‌ها در این ولسوالی هشدار میدهند. آنم در روزهایی که بین روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه در ولسوالی دشت ارچی و نیز در چهارسو شهر کندز بیش از 20 تن از نیروهای دولتی در نبردها با طالبان جان باختند. هر دفعه جنگ است که مگر پستی پلیس باشه و بدترش پستی طالب است. حالت خراب است. اگر نشود چرا سقوط میکنه ولسوالی امام صاحب؟ وزارت دفاع ملی از دستاوردهای نیروهای دولتی در نبردهای کندز یاد میکند. همزمان مقام ها در ولایت کندهار نیز بر پس زدن حمله های هفته های اخیر طالبان بر بخش های از این ولایت تاکید میورزند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلفات سنگین به طالبان وارد کردند. افراد کلیدی و مهمشان کشته شدند. کندهار پر شهر او ولسوالی و دشمنی و تهاجمی تهاجم راولی او غوښته دي چې د کندهار ښار یې خپلو بداریانو ته ویلي و او ولسوالۍ یې ویلي و چې دا به موږ د سکوت سره سکوت وکړو. با آنکه هر سال در فصل سرما جنگ ها در کشور کاهش میافتند، اما امسال چند ولایت کشور در این فصل همواره گواهی نبردها بودند و این در اوضاعی است که هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان هم برای گفتگوهای سال در دوحه به سر میبرند. رئیس اداره پاسپورت میگوید که این نهاد روزانه بیشتر از 2,500 پاسپورت را برای ولایت ها و کمتر از 2,000 پاسپورت را برای مرکز چاپ و توزیع می کند. در همین حال شماره از کارمندان بخش ثبت برقی ریاست پاسپورت میگویند که در فصل سرما و نیز با افزایش ناامنی ها شماره کسانی که برای گرفتن پاسپورت به این نهاد مراجعه می کنند بیشتر شده، اما ریاست پاسپورت و وزارت امور داخله با گذشت 5 روز نیز نخواستند تا آمار دقیق پاسپورت های توزیع شده را در 3 ماه گذشته در اختیار تلونیوز قرار دهند. ادامه محور تا چند لحظه دیگر. ادامه محور. از میان 18.4 میلیون تن در افغانستان که نیاز به کمک های بشردوستانه دارند، 9.7 میلیون تنشان کودکان هستند. بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی حمایت از کودکان، تنها در 9 ماه سال گذشته میلادی در نتیجه نبردها و خشونت ها در کشور نزدیک به 6,000 تن کشته و زخمی شدند که 1/3 این قربانیان کودکان بودند. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته که افزایش نبردها و ناامنی ها در سال روان در کشور 50,000 خانواده را زیان رسانیده. تازه ترین گزارش نهاد بین المللی حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن بر کمک های بیشتر برای مردم افغانستان به ویژه کودکان تاکید دارد. بر بنیاد این گزارش 9.7 میلیون کودک در افغانستان به پشتیبانی برای ادامه زندگی نیاز دارند. دفتر بین المللی حمایت از کودکان خواستار کمک های بیشتر و تعهد بیشتر رابطه و کمک های یا خدمات بشردوستانه در افغانستان شده. اینجا در اردوگاه چهارراه قنبر در غرب کابل بیش از 2,000 خانواده از ولایت‌های گوناگون پناه آوردند. خانواده‌هایی که در نتیجه جنگ‌ها در سال‌های اخیر خانه‌هایشان را ترک کردند و در اینجا با دشواری‌های فراوان به سر می‌برند. ایتی میمونه است. اگر صبح نان میخورم تر شام پر نان ندارم. عثمان میخواهد به مکتب برود، اما میگویند که کودکان در این اردوگاه در نبود مکتب و آموزش بزرگ میشوند. ما مکتب ندارم اونجا. ما رو موتور میزنند که میره. ما میره گای ما میخواهند که اونجا مکتب جور شده با ما. کلی مردم بیا سواد کلان شده. نه مسجد داریم، نه بیادر گل، نه مکتب داریم، نه کمک داریم. به گفته باشندگان این اردوگاه در اینجا نزدیک به 5,000 کودک نیاز به کمک های اولیه زندگی دارند. دلته پوشه دل خلق اقتصاد هم ضعیف دی، کاروبار هم نسته پوشه، دولت کم بی امنی ده پوشه، روزانه دلته کس و جلی، دلته کس و جلی، کاروبار پر سپر بانی داره دلی بردی. جنگ ها و خشونت ها امسال نیز ده ها هزار خانواده را از بخش های گوناگون کشور بی جا ساختند. در حدود 32,000-33,000 خانواده را تا هنوز تحت پوشش قرار دادیم و این میزان بیجا شدگان سبب شد که جلالت ما رئیس جمهور و مؤسس اول ریاست جمهوری هدایت‌های لازم دادن. دفتر بین المللی حمایت از کودکان خواستار کمک حداقل 1.3 میلیارد دلاری بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در سال 2021 شده است.
بیننده های گرامی، برای بحث بیشتر در این باره بانو مسعوده کوهستانی، پژوهشگر نهاد حمایت از زنان و کودکان، و غلام حیدر جیلانی، معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در استودیو هستند. بسیار خوش آمدید میهمانان گرامی. جیلانی صاحب، با شما آغاز میکنیم. نهاد سیو د چلدرن یا نهاد جهانی حمایت از کودکان آمارهای تازه را پخش کرده درباره افرادی که در افغانستان نیازمند به کمک های بیدرنگ بشر دوستانه هستند. بر بنیاد این آمارها 18.4 میلیون تن در کل در افغانستان نیاز به کمک ها داره، که بیش از نیم ای آمار را کودکان تشکیل میتن، 9.7 میلیون تن. شما هم در این باره آگاه هستین، گزارش را خواندین، تایید میکنین؟ با عرض سلام خدمت جناب شما، همکار عزیز ما، بینندگان عزیز تلویزیون طلوع نیوز، بسیار تشکر که فرصت دادین تا در مورد آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان که همانا کودکان هستند صحبت های داشته باشیم و معلومات در مورد را بکنیم. من فکر میکنم که این نظر آمار دقیق نیست. 9.8 میلیون کودک آسیب پذیر در افغانستان نداریم. آماری که ما در دسترس خود وزارت کار امور اجتماعی داره، ما 4.8 میلیون کودک آسیب پذیر در افغانستان داریم. درست، 4.8 میلیون، یعنی چیز نیمه آماری که نهاد جهانی حمایت از کودکان پخش کرده. دلیل نیازمند شدن افراد و کودکان را هم به کمک های بیدرنگ بشری میدانه نتمن؟ دقیق، ما وزارت کار امور اجتماعی، حکومت افغانستان در کل و وزارت کار امور اجتماعی، معینیت امور اجتماعی بخصوص که مسئول ای کودکان آسیب پذیر در کل اقشار آسیب پذیر جامعه افغانستان هستند. ما این وضعیت خوب درک میکنیم، با وجود از این که ما یک قسمت اعظم ای کودکان را تحت پوشش حمایوی خود در گوشه و کنار افغانستان در پرورشگاه ها و به تازگی مراکز حمایت اطفال ایجاد کردیم داریم، و یک قسمتی از خانواده را در این زمستان که جریان داره ما آسیب اینا را سروی کردیم، خانواده را آسیب شناسی کردیم در شهر کابل، بامیان، میدان وردک، ولایت کاپیسا، هرات و بعض ولایت دیگه. بر هر خانواده 12500 افغانی هم کمک های نقدی هم داشتیم. درست، بسیار خوب. گویسانی صاحب، شما را هم خوش آمدید میگم. درباره آمارهایی که سیو د چلدرن پخش کرده، دیدگاه شما چه از دقیق است یا نه؟ شما هم در این زمینه پژوهش انجام دادین؟ چون من در این مورد قضاوت کرده نمیتونم، شاید اونا هم از خود استدلال بکنن چرا این ارقام اونا درج کردن و چگونه دریافت کردن، به دلیل از اینکه یک نهاد مستقل بین المللی است، شاید به نظرشان درست بوده باشه. و ای که نه تنها کسایی که در اردوگاه ها زندگی میکنن، شاید اطفالی را که سر سرک کار میکنن، چشم دید همه هست که بیشتر از ای آمار یا کمتر از ای آمار شاید وجود داشته باشه. درست، شما نتیجه پژوهش هایتان در نهایت حمایت از زنان و کودکان چیست و آمار درباره کودکان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و نیاز به کمک های بشری دارن آمار دارن؟ تا هنوز ما در این هر سب تحقیق دقیقی ما انجام ندادیم. درست. که ما بریم روی از این موارد کار بکنیم که دریابیم که تا چی اندازه و چی تعداد است اطفال به ای آمار یا به ای فقر مواجه است. جلونه سیب، در گزارش سیو د چلدرن تاکید شده که در کل به ای خانواده ها که حدود 18 میلیون تن هستند، شمارشان و این افراد کمک های بیدرنگ باید فراهم شود. برنامه دارین؟ پیشتر گفتین که برنامه های هست. ما حکومت افغانستان مشکلات بودجه‌ای را کل ما شما درک میکنیم. خوشبختانه با حمایت جناب رئیس جمهور، تلاش های وزارت کار امور اجتماعی
همکاران عزیزم، ما امسال یک بودجه 50 میلیون افغانی را به حمایت از کودکان افغانستان از وزارت مالیه گرفتیم، ولی بسنده نیست به هیچ وجه. در مقابل 5 میلیون کودک آسیب پذیر، نصف جماعت افغانستان کودکان تشکیل داده و 50 میلیون افغانی، ولی یک اقدام خوبی نیک است و ما از طریق نهادهای ملی و بین المللی کمک های را جذب کردیم. مثلا ما از 3 هدف که بیسش در ترکیه هستند، بیشتر از 22 ولایت افغانستان اطفالش از زیر پوشش خود قرار داده، اطفالی را که شرایط رفتن به مکتب اینا تواناییش ندارن، اینا را از آغاز رفتن به مکتب الا ختم دوره دانشگاهیشان حمایت میکنن. ما اینا را پروپوزال ها و برنامه و طرحهای خود دادیم و اینا همراه ما همکار هستند. بر علاوه اداره محترم یونسف که قبلا من پیشتر برتان یادآور شدم، چندین هزار خانواده را به حمایت وزارت کار و امور اجتماعی امسال در گوشه و کنار افغانستان کمک کردند و این یک پایلت پروژه بود و قرار است که این تعداد نظر به نیازمندی این قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان، ما یک تعداد عظیم بزرگ دیگه اینا را هم بتونیم حمایت بکنیم. درست پیشتر گفتین که بخش اعظم از کودکانه که خودتان آمار دادین 4.8 میلیون اینا زیر پوشش قرار گرفتن، دقیق آمار دارین؟ نگرفتن. درست گفتین بخش اعظمش. بخش اعظمش درست. درست. شمارشون به چند میرسه؟ ما ببینین از جمله بیشتر از 10 تا 12 هزار طفل یتیم در پرورشگاه خود تحت حمایت قرار دادیم. به تازگی برنامه ما مراکز حمایت اطفال که اطفال دارای تعقل ذهنی هستند، اطفالی که بیجا شدگان داخلی از اثر جنگ ها هستند، اطفال دیپورتی هستند، اطفال روی جاده را در این مراکز حمایتی خود حفظ میکنیم و شبکه سیپن یا شبکه عملکرد محافظت اطفال ما که در 190 ولسوالی افغانستان فعالیت داره، امسال ما بیشتر از 60 هزار طفل از گوشه و کنار امی اطفال آسیب پذیر جمع‌آوری کردیم و یک تعدادش تا یک مدت زمان در مراکز ما نگهداری شده و پس دوباره به خانواده‌هایشان ادغامشان کردیم و شرایط درس و تعلیم هم برشان مساعد ساختیم. درست. در کل بچه‌ها میرسه 12 هزار که در پرورشگاه هستن، 60 هزار هم ما امسال توانستیم بیشتر از 150 هزار طفل تحت پوشش حمایوی خود به شیوه مختلف. البته یک موضوع را براتون ذکر بکنم که ما اطفال آسیب پذیر افغانستان بس یک 23 کاتگوری تقسیم کردیم. 23 کاتگوری طفل آسیب پذیر داریم. اگر شما خواسته باشین من ذکر میکنم این کاتگوری ها را. درسته. ما آمارها نشان میده که در کل همه اینا آسیب پذیر هستن اگر توجه نشه به کاتگوری ها. کوهستانی صاحب، بعض اطفال که وزارت کار و امور اجتماعی آمار میده که شمارشان به 4.8 میلیون تن در کشور میرسن، چگونه است؟ با کدام امکانات دسترسی دارن؟ چقدر زیر پوشش برنامه های نهادهای کشوری و جهانی قرار گرفتن؟ من نمیتونم که ارقام یاد بکنم به اینجا، به دلیل از اینکه چون شخصا یا نهاد ما با ارقام سر کار ندارن که ما بریم بپرسیم تا چی تعداد و چی تعداد اطفال در کجاها تحت پوشش کدام نهاد قرار گرفته. منتها ما به خاطر ای که دریابیم که اطفال تا چی اندازه در کدام سطح زندگی اینا قرار دارن، ما فقط روی از این موارد با اونا کار میکنیم یا ایست که تحقیقایی را که انجام میتیم در رابطه به این مشکلاتی را که اطفال مواجه هستن به او را ما به نهادها پیشنهاد میکنیم، یافته های خود بر از اونا پیشکش میکنیم تا هی که نهادهایی که مربوط به مو مسائل اطفال کار میکنن، مثلا در مورد تعلیم تربیهشان و یا ایست که حفظ صحیشان، اینا باز اونا توجه خاص خود را داشته باشن در حد پیشنهاد. بسیار خوب. مشکلات اطفال را برشمردین، فهرست کردین؟ مثلا اطفالی هستن که ناشی از جنگ ها بی سرپرست هستن.
و اطفالی هستند که فرزن از نگاه تغذیه خوب نشدن از نگاه اقتصادی و اطفالی هستند که حتی زیر 5 سال در جاده ها اونا موتر شویی میکنن، اینا میکنن، بله کار شاقه را انجام میتن، اینا هستن. یعنی بسیار زیاد وجود داره که اگر ما در رابطه با او وضعیت اطفال صحبت بکنیم. درست، بسیار خوب. آقای جیلانی، حتما درباره قانون حمایت از کودکان میفهمین شما در صفحه وزارت کار امور اجتماعی هم پخش شده، اهداف قانون را هم مطالعه کردین، حتما تامین معیشت، صحت و سلامتی جسمی و روانی اطفال در بخش اهداف ماده دوم جزء سوم چقدر کار کردین در این زمینه؟ ببینین، کشوری که 40 سال داره در آتش جنگ میسوزه، اما روزه ماشین تولید یتیم در افغانستان فعالیت داره. متاسفانه جنگای خانمانسوز خانوادار است، یک زندگی آرامشان نارام میسازه و از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر، ولایت به ولایت دیگر. در کل ما ایرا میپذیریم که مشکلات بسیار زیادی را اطفال افغانستان دارن. درست. ما تحت چتر قانون حمایت حقوق طفل صندوق حمایت اطفال مقررش تکمیل کردیم و وزارت محترم عدلیه است داریم. می خواهیم که این یک روز مشخص بسازیم به نام حمایت از کودکان افغانستان و زیر چتر زی قانون این صندوق تمام کمپاین نیاز است و حمایت مردم افغانستان، جامعه مدنی، رسانه های محترم در کل یک نیاز ضروری است، مبرم است. ببینین، اگر ما تنها از طریق بودجه حکومت افغانستان بتانیم اینمی اطفال تحت پوشش خود قرار بدیم، محال است. ما حمایت تمام اقشار جامعه افغانستان، مردم افغانستان نیاز داریم. انشالله که برای مردم خود وعده میتیم که یک پروسه شفاف، حسابده، پاسخده ما راه اندازی میکنیم. در امی یکی دو ماه دیگه انشالله که این صندوق حمایت مقررش پاس میشه و ما از همه شهروندان افغانستان نیاز ما همی است که در این صندوق ما را حمایت بکنن، یاری بکنن، تا ای که دست ما از گدایی از کشورهای بیرون هم کوتاه شوه و بتانیم یک برنامه طویل مدت راه اندازی بکنیم و بعد آخرین نقاط افغانستان برای اطفال آسیب پذیرش رسیدگی شود. درست، دو ماه دیگه فصل سرما تمام میشه، خطر متوجه بقای زندگی اطفال در فصل سرما بیشتر شده. در همین قانونی که بیشتر گفتم ماده هفتم جزء دوم آمده که دولت مکلف است که زمینه بقا و رشد جسمی و فکری را به همه اطفال فراهم کنه. اینجا نقش شهروندا هیچ نامده، اخلاقا شهروندا باید هم بگیرن، اما دولت مکلفیت سپرده شده. دولت چی میکنه؟ میتونه یا نه؟ ما ایره میپذیریم که مسئولیت و رسالت حکومت افغانستان بخصوص وزارت کار امور اجتماعی است تا ای که به تمام اقشار آسیب پذیر جامعه افغانستان بخصوص کودکان رسیدگی بکنیم طبق قانون و ماده که قانونی که شما مطالعه کردین. درست. ما آخرین تلاش های خود داریم، اکتفا به بودجه که حکومت افغانستان برای ما تعیین کردن نکردیم. ما نهادهای بین المللی را، نهادهای خیر بین المللی را مثلا پایشان را کشاندیم و اشخاص خیر و نهادهای ملی هم تقاضای ما عمیس و کمک های زیادی هم انجام دادن. ما یک برنامه را مثلا راه اندازی کردیم، اجازه بدین یک ثانیه. مثلا در ولایت ننگرهار ما یک برنامه راه اندازی کردیم، هر کودک بر یک خانواده استرالیایی یا نیوزیلندی وصل ساختیم، ایمیل جور کردیم، واتساپ گروپ جور کردیم برشان، نمبر مشخص. هر خانواده یک طفل یتیم افغانستان که حال تعدادشان بیشتر از 1,500 خانواده رسیده، آنمو خانواده کمک میکنه و ایره میخواییم که در گوشه و کنار افغانستان انتشار بدیم و خود ما مکلفیت داریم، مسئولیت داریم، ولی شما مشکلات درک میکنیم، ما هم درک میکنیم. درست، با برنامه تون خلاف اون مقرره است که در حال نهایی ساختنشان هستن به خاطر پایان دست دراز به خاطر جمع‌آوری پول از بیرون از کشور. دقیق. هر حال
کوستانی صاحب، دولت مکلفیات هایش در قبال کودکان به ویژه کودکان آسیب پذیر چقدر ادا کرده انجام داده؟ از یک نگاه قسمی که معین صاحب صحبت کردن، برنامه های خود را دولت هم داره. در پلی از نهادهای بین المللی و ملی که کار میکنن در راستای بهبود زندگی اطفال در افغانستان، اینا هم برنامه های خود را دارن. از یک طرف صحبت میکنیم از اینکه دولت زمینه سازی کرده یا بستر سازی کرده از نگاه امنیتی بر نهادها که تانستن در نقاط مختلف افغانستان فعالیت های خود را داشته باشند جدا از فعالیت های دولت. باز هم ای که وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت های خود را دارن و ای که برنامه نو را آغاز کردن که این بر من نوست و اولین بار است که میشنوم که اینا یک ارتباط بین اطفال و بیرون از افغانستان وصل میخواین بکنن و بخاطر بکنیم از مزار خانواده بست بله. شده بله بله، چون یک بحث جدید است بر ما، تا هنوز ما آگاهی نداشتیم. این خوب شد که برای همه برملا شد، یک ابتکار خوب است برای مردم افغانستان، به دلیل از اینکه بیشتر اطفالی که آسیب پذیر هستند و کسانی که باید است که مستفید شوند از بعضی برنامه ها تا هنوز هم نشدند. درست، نهادهای غیر حکومتی و غیر دولتی مثل Save the Children و دیگر نهادهایی که در این زمینه کار میکنند، شمارشان با چندین نهاد میرسه، کار کرده به مؤثر داشتن؟ بله، ما اینجا نمیخوایم که قضاوت بکنم در رابطه با این، به خاطر از اینکه چون نهادها به مو تعداد محدودی را که نظر به بودیجه و پروژه‌ای که داشتن از او تعداد نتونستن که بیشتر کار بکنن، به این دلیل ما نمیتونیم که بیشتر سرشون بزنیم. آخرین پرسش از شما جیلانی صاحب، آخرین بحث درباره قانون حمایت از کودکان، آخرین پرسش، یک کمیسیون باید ایجاد میشد به نام کمیسیون ملی حمایت از حقوق اطفال، ایجاد شد؟ کمیسیون عالی حمایت از حقوق اطفال تحت رهبری جناب مأمون صاحب دوم ریاست جمهوری، جلسه چهارم این کمیسیون هم که ربار دایر میشه داشتیم. درست، این قانون در حوت 97 توشیح شده، تا حال چهار جلسه داشته این کمیسیون؟ درست، دقیق چهار نظر و دو جلسه ما نظر و شیوع مرض کرونا ما نتونستیم جلسات اونا چون قیودات بود، رسترکشن بود بگیریم و کمیته های تخنیکی شه وزارت کار امور اجتماعی ماوار برگزار میکنه و کمیته های ولایتی شه تحت چتر والی صاحبا و نهادهای محلی دایر میشه. درست، چه دستاورد داشته؟ ما بیشتر از سیپن یا شبکه محافظت عملکرد اطفال براتون صحبت کردم که اینا با همانگی این شبکه کار میکنن و اکثرا اطفال آسیب پذیر در 23 کتگوری قرار دارن. درست، زیر حمایت خود قرار دید. بسیار خوب، 30 میلیون دلار گفته شده در گزارش Save the Children که نیاز است به خاطر پوشش خانواده ها و اطفال آسیب پذیر در جریان دو سه ماه سرما و پیش رو. ممکن است نهادهای کمک کننده تمویل بکنند و تامین بکنند منابع؟ اداره یونیسف و سازمان حمایت اطفال ملل متحد با ما کمک های نه 30 میلیون دلار کمک های خود آغاز کردند که برای شما پیشتر یادآور شدم و بعد نهادهای خیر دیگه هم مثل تیکای ترکیه، هدف ترکیه و اینا همکاری میکنن، ولی هنوز هم اگر ما بگوییم که 30 میلیون دلار هم کم است در مقابل 5 میلیون طفل آسیب پذیر، ایره باید بپذیریم که حداقل میتونیم، حداقل ما برنامه خوبی داریم پیش رو. بسیار خوب، کوهستانی صاحب، آخرین پرسش از شما، سرنوشت کودکان و زندگیشان که در گزارش نهاد جهانی حمایت از کودکان آمده با مشکل، با تهدید بقا روبرو هستن، چی میشه؟ وضعیت اینا قابل مهار است یا نگرانی وجود دارد در این زمینه؟
نگرانی ها خیلی شدیدن وجود داره، به دلیل از اینکه اطفالی که بی سرپرست بودن، مثلا یک مثال را در گزارش نهاد حمایت از کودکان گفتن، فقط نام مستعار از او را بردن که او بچه 13 ساله‌ای که در مغازه‌ای که غذا توزیع می‌کردن کار می‌کردن، بنا به قرنطینه که به وجود آمد او از کار ماند. مثل از دیگه اطفالی که در جاده ها کار می‌کردن، اینا هم از کار ماندن. خیلی اطفالی هستن، خانواده هایی هستن که حتی در 3 وقت غذایی تنها 2 وقت غذایی، حتی 1 وقت غذایی اونا میتونن که تغذیه بکنن خودش. این خودش یک خطر خیلی وحشتناک است برای اطفال، چرا اونا در مرحله قرار دارن که باید از نگاه روحی جسمی باید تقویه شوند. اونا مواجب سوء تغذیه هستن. تشکر بسیار. بانو کوهستانی، پژوهشگر نهاد حمایت از زنان و کودکان و آقای جیلانی، معاون امور اجتماعی وزارت کار امور اجتماعی، از حضور تشکر از شما. یک موضوع که پالیسی ملی مسئولیت اطفال هم در حال نهایی شدن است در امی کمیسیون عالی، انشاءالله که بر هفته آینده رونمایی میشه. بسیار موفق باشین آقای جیلانی و بانو کوهستانی. و بیننده های گرامی، ادامه محورم، ادامه خبرها. شهر کابل امروز باز هم گواه یک انفجار و یک حمله مسلحانه برای استاد اکادمی جنرال عبدالرازق بود. در ساحه حوزه چهارم امنیتی یک موتر شهری که مسافران را انتقال میداد آماج یک انفجار قرار گرفت که در آن هم دست کم 4 غیر نظامی زخم برداشتند. اما پلیس کابل گفته که چگونگی این انفجار تا کنون روشن نشده. در یک رویداد دیگر در حوزه سوام امنیتی، 3 تن در نتیجه یک جنگ مغلوبه زخم برداشتند. شمار از پایتخت نشینان با انتقاد از نهادهای امنیتی گفتند که نهادها برای جلوگیری از ناامنی های شهر کابل برنامه های پیشگیرانه ندارند. کابل قلب افغانستان که این روزها در تیرس ناامنی هاست. در ادامه رویدادهای ضد امنیت، بار دیگر پایتخت گواهی یک انفجار بود. انفجار ماین برای یک موتر شهری در پروانسی از مربوطات حوزه چهارم که 4 زخمی بر جا گذاشت. داخل دکان بودم، یک پیرک گرانبس کرد. وقتی بیرون برآمدم موتروان میکشیدن، موتر آتش گرفت. یک طرف گشنگی است، نان و هاو نیست، یک طرف حالات امنیتی است. این است امیر، ما چی بگیم؟ با کی بگیم؟ چی بگیم؟ پیش کی بریم؟ در همین حال مردان تفنگدار ناشناس با حمله بر یک استاد اکادمی جنرال عبدالرازق در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل او را زخمی ساختند. هر شبه امی ترور است و دزادزیست و بیخی هیچ امنیت نیست، هیچ قسم دولت است. بر بنیاد گزارش های تلونیوز در 5 روز اخیر تنها در کابل 6 انفجار، 1 حمله مسلحانه و 5 رویداد هدفمندانه رخ داده است. رویدادهایی که در آن 7 تن جان باختند و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشتند. در اینجا هم برخی ها اوضاع در پایتخت را نگران کننده می دانند. خاص ما از حکومت و نیروها و نهادهای کشفی و امنیتی ایمان این هست که اقدامات پیشگیرانه داشته باشند. بر کسایی که در رأس دولت هستند و کسایی که خود دولت مردان میگیرند، واقعا باید بشرمن از این وضعیت که هر روز یکی از نخبه دولت ما کشته میشه. در همین حال پلیس کابل میگوید که 266 تن را در پیوند به جرمهای جنایی و رویدادهای ضد امنیت تنها در یک ماه اخیر بازداشت کردند. سر بهبود وضعیت امنیتی در یک همانگی نزدیک بین سکتور امنیتی کار جریان داره. پایتخت نشینان میگویند که افزایش رویدادهای ضد امنیت از جمله انفجار ماینهای مغناطیسی، ترورهای هدفمند و جرمهای جنایی، حتی کشیدن نفس راحت در این شهر را از آنان گرفته است و باید این وضعیت تغییر کند. خالد نیکزاد، تلونیوز، کابل. و پاکستان پس از در حدود 2 ماه تعطیلی، علی رغم افزایش مداوم رویدادهای مثبت ویروس کرونا و تلفات ناشی از این ویروس، بازگشایی مکتبها را در این کشور آغاز کرده. ده ها تن از دانش آموزان مکتبهای گوناگون در پاکستان با رعایت تدابیر بهداشتی از جمله استفاده از ماسک ها راهی مکتبها شدند. پانا محور امشب، خدا نگهدار.